بینندگان عزیز و محترم خدمت همه شما در نام عیسی مسیح سلام عرض می کنم بنده ادوارد توفسپیان هستم که امروز چهارمین جلسه هست که درباره تعالیم مربوط به بشارت انفرادی خدمت شما تعلیم میدم و تا به حال ما هفت تا نکته از مزیت ها و امتیازات و فواید بشارت انفرادی را خدمت شما گفتیم در نکته هفتم چیزی که باقی مانده و میخوام قبل از اینکه وارد نکته هشتم بشم خدمتتون بگم اینه که عرض کردم که خدمت بشارت انفرادی خدمت بنیادی اصولی و سرنوشت سازیه و خیلی خدمت مهمیه چون با جانهای گم شده انسان سر و کار داره و شما یه خدمت نه تنها ملکوتی انجام میدید در بشارت انفرادی و سید جانهای گم شده بلکه خدمت جاودانی انجام میدید چون واقعا مردم رو دستشون رو میگیرید از هلاکت ابدی به سوی نجات ابدی میبرید و شما مجسم کنید وقتی که یک چنین تغییر عظیمی در زندگی یک نفر به وجود بیاد من دارم تجسم میکنم که وقتی ما به ملکوت آسمان برسیم افرادی رو ممکن اونجا ببینیم که به سراغ کسانی که جانهای گم شده رو سید کردن برن بگن خیلی ممنونم از شما شما باعث شدید که من به یک چنین مکان عالی و مقدسی بیام شما باعث نجات من شدید و باعث شدید که من حیات جاودانی را در حضور خدا به دست بیارم حالا برعکس اینم صادقه ممکنه یک ادهی هم از اون تای حلاکت ابدی یا جهنم فریاد کنن که شما با بیتفاوتی خودتون سکوت خودتون و یا با بیالاقیگی که نسبت به من داشتید پیغام نجات را به من نرساندید و باعث شدید که من به این جای بد و دردناک بیام که تا ابد خارج از حضور خدا به سر ببرم خب بس ببینید چقدر مسئله مهمیه وقتی که شما کارتون رو به خوبی انجام میدید در سید جانهای گم شده و چقدر خطرناکه وقتی که شما نسبت به جانهای گم شده انسانها که ابدیت رو در حلاکت ابدی به سر خواهند برد بی تفاوت و بیتوجه میمونید. من یک کشیش قدیمی رو می شناسم که در جوان زمان جوانی خیلی بشارت میداد، ولی وقتی وارد خدمات شبانی شد گویا اینقدر مشکلات کلیسایی او را مشغول ساخت و کارهای شبانی او را درگیر خودش کرد که کم کم خدمت بشارت را به فراموشی سپرد همینطور که عرض کردم نقشه شیطان اینه که ما را از چیزهای اصلی دور کنه و به چیزهای فرعی بکشونه و او میخواد که افکار ما از مسائل اساسی و مهم دور باشه و به مسائل شاخهی کشیده بشه یعنی ریشه رو فراموش کنیم به شاخه ها بچسبیم بشارت انفرادی یک مسئله پایهی و ریشهیه و این کشیش عزیز که من او را میشناسم ایشون فراموش کرده بودون کار اصلی رو که مسیح بهش سپرده و درگیر مسائل کلیسایی شده بود و اون هم که قابل حل نبود همینطوری دور خودش میچرخید ایشون یک روزی خوابی میبینه که روز آخر رسیده و اون تخت سفید خدا را میبینه تخت داوری را و صف طولانی که عده زیادی اونجا ایستاده بودن تا در داوری خدا وارد بشن و ایشون عمیقا نگاه کرد به اونا دید خودش تو اون صف نیست ولی کسانی را میشناخت که تو اون صف بودن که از فامیلاش بودن پسر خالش پسر عمش دختری نمیدونم فامیل نزدیکشون دختر عموش و همینطور افرادی را که از همسایگان و خیشان ایشون تو اون صف پیدا کرد که نسبت به نجات آنها بیتفاوت بوده و هیچ قدمی برای نجات اونها برای بشارت بر نداشته اونا هیچ چی بهش نمیگفتن ولی با نگاه غمگین خودشون و متأثرشون میخواستن این پیغام رو بهش بدن که ای بیرم، ای قاتل ای سنگدل تو که میدانستی که ما به چنین عذاب ابدی محکوم میشیم چرا خاموش ماندی و هیچ چیز درباره حقایق به ما نگفتی و کشیش از خواب بیدار میشه خیلی عرق کرده بود قلب او تند میزد و بسیار ترسیده بود و با گریه توبه میکنه و از روز بعد دنبال فرد فرد افرادی که نسبت به نجات آنها بی تفاوت بود میره و با بشارت های محبت آمیز و تلاش های خستگی ناپذیر باعث میشه که افرادی از اون گروه نجات پیدا کنند و با یک زندگی پرثمر پیش خداوند میره چگونه ممکنه ما این آیات را بخونیم و خدمت بشارت را تعیین کننده سرنوشت زندگی انسان ها نبینیم اجازه بدید هزغیال 33 هفت تا نه را برای شما قرائت کنم که خدا به هزغیال میگه من تو پسر انسان برای خاندان اسرائیل به دیدبانی تعیین نمودم تا کلام من را از دهانم شنیده ایشان را از جانب من متنبه سازی اینی که من به مرد شریر میگویم ای مرد شریر البته خواهی مرد اگر تو سخن نگویی تا آن مرد شریر را از طریقش متنبه سازی آنگان آن مرد شریر در گناه خود خواهد مرد اما خون او را از دست تو خواهم طلبید اما اگر تو آن مرد شریر را از طریقش متنبه سازی تا از آن بازگشت نماید او از طریق خود بازگشت نکند آنگاه او در گناه خود خواهد مرد اما تو جان خود را رستگار ساخته ای مسئله خیلی جدیه خون مردم به گردن ماست ما چطور ممکنه نسبت به این موضوع بی توجه و بی تفاوت باشیم یا پولس رسول در اول قرنتیان 9.16 میگه هرگاه من بشارت میدم مرا فخری نیست کار شاق و حادی نکردم این وظیفه منه چون که مرا ضرورت افتاده است بلکه وای بر من اگر بشارت ندم کاش همه ایمانداران مسیحی بتونن به خودشون بگن وای بر من اگر بشارت ندم چقدر مسئله جدی شد یا در کتاب آموز باب شیش آیه یک میگه وای بر آنانی که در صهیون ایمن و در کوهستان سامره مطمئن هستن منظورش چیه منظور وای برانانی که در کلیسا خیلی راحت و آرام و تنبل نشستن بی تفاوت و بی توجه و هیچ کاری انجام نمیدن خطاب به کسانیه که واقعا برای نجات مردم قدم بر نمیدارن یا در کتاب ارمیا باب 48 دایه 10 میگه ملعون باد کسی که کار خدا را با غفلت یا با بیتوجهی و بی تفاوتی انجام بده. این آیات به ما هشدار میده که ما جدی بگیریم موضوع بشارت انفرادی را و بدونیم که در نظر خدا و در نظر اجتماع مسئولیم و عمر خود را بیهوده با چیزهای بیسمر و غیر ضروری به هدر ندیم. هشتمین فایده بشارت انفرادی اینه که ما از طریق بشارت انفرادی میتونیم به نیاز مبرم و بسیار جدی دنیای فعلی برسیم. دنیای ما دنیای بی‌هدف در گردان ناامید دنیای ناآرام دنیایی که به سمت علاکت ابدی میره دنیایی که خارج از عیسی مسیح هیچ راه رستگاری براش وجود نداره و عیسی مسیح فرموده قبل از اینکه او بازگشت کنه یکی از علائم بازگشت اینه که در انجیل متا 24 آیه 14 بشارت ملکوت در تمام عالم باید موعظه بشه تا بر جمعی امت شهادتی بشه آنگاه انتها خواهد رسید ما بشارت ملکوت رو باید در تمام آدم گسترش بدیم اگر واقعا بازگشت مسیح رو خواهیم زودتر برسه البته خب خدا رو شکر برای تکنولوژی جدید برای اینترنت برای سایت های مسیحی ماهواره رادیو تلویزیون های مسیحی سازمان های بشارتی و سایر امکانات دیگه که میتونه از طریق تکنولوژی پیغام را به گوش بسیاری از افراد برسونه و این چقدر کار ما را آسان تر کرده ولی بازم در کنار اینها میخوام بگم هیچ چیز نمیتونه حتی تکنولوژی روز جای ارتباط یک فرد با فرد دیگر را بگیره حتی در خیلی از خانواده ها، تکنولوژی خطری که ایجاد کرده مانع ارتباطات عمیق بین اعضای خانواده شده بین زوجها و والدین نسبت به همدیگه شده و زندگی خیلی را به هم زده با وجود پیشرفت علم اما هیچ وقت اینترنت نمیتونه جای ارتباط یک فرد با فرد دیگر رو بگیره در, زمینه مبارزه با بیسوادی طرحی که برنامه جهانی یونسکو داد که به عنوان یه شعار کلیدی گفت جایی که این عمل شده نتیجه خوبی ازش گرفته شده بود در یک جمله کوتاه خلاصه میشد و اون تر این بود که هر شخص باسوادی در کشور خودش خود را مسئول ببینه ظرف یک سال لاقل یک نفر را باسواد کنه این ترکه به مدیریت دکتر فرانک بالاغ در مبارزه با نهزت بیسوادی معروفیت جهانی داره در کشورهای آفریقایی و جهان سوم بسیار موثر واقع شد چون هیچ آموزشگاه و مدرسه ای قادر نبود که بیسوادی را ریشهکن کنه ولی هر فرد اگه خودشو مصمم و مسئول میدید که در بسیج عمومی این تر را عملی بسازه بیسوادی به حداقل قسمت خودش میرسید ما, ما اگه واقعا میخواییم دنیای فعلی را برای آمدن عیسی مسیح خداوند آماده بکنیم باید هر کدام از ما به طور جدی و فردی در کار بشارت فعال و کوشا باشیم من یک مثال ساده میخوام برای شما بیارم که کاملا مجاب بشید که این طرح یک فرد یک نفر را به سوی مسیح بیاره ظرف لاقل یک سال این طرح چقدر نتیجه خوبی میده مثلا اگه فرض کنیم در یک مملکتی یعنی هفتاد میلیون نفر جمعیت زندگی میکنه و مسیحیان اون کشور فقط هزار نفر هستن من دیگه پایین ترین آمار رو میگم هزار نفر توی مملکت هفتاد نفری زندگی میکنن حالا اینا میخوان بشارت بدن اگه واقعا هر کدوم از اینا تصمیم بگیرن ظرف یک سال یک نفر رو پیش عیسی مسیح بیارن دیگه من کمترین چیز رو میگم که نگید سنگ بزرگ میدید که علامت نزدن است 365 روز یک نفر فرصت داره که لاقل یک نفر رو پیش مسیح بیاره هزار نفر ایماندار این تصمیم رو میگیرن شما اگه به صد نفر ظرف یک سال بشارت بدید یه نفر ایمان نمیاره در جاهایی هست که مردم اینقدر آماده مشتاق و مساعد هستن که خیلی بیشتر از یک نفر ایمان میاره خب بعد از یک سال ایمانداران میشن دو هزار نفر بعد از دو سال میشن چهر هزار نفر چون اوناییم هم که ایمان آوردن ایمانان خودشون هم یکی رو میارن دیگه همینطوری تعلیم میبینند سه سال که گذشت میشن 8 نفر ظرف چههار سال میشه ۱6 هزار نفر در مدت پنج سال میشه ۳ هزار نفر شش سال که گذشت میشه 64000 هزار نفر در سال پایان سال هفتم میشه 128000 و و هزار نفر سال نهم میشه 256 هزار نفر سال دهم میشه 512 هزار نفر سال 11 هم میشه 1 میلیون و 24 هزار نفر سال دوازدهم میشه 2 میلیون و 8 هزار نفر. اجازه بدید از اینجا به بعد دیگه خیلی تصاعدی میره بالا. در پایان 13 سال میشه 8 میلیون و 92 هزار نفر. در پایان 14 سال میشه 96 ببخشید پایان 14 سال میشه 16 میلیون و 304 هزار 15 سال که تموم بشه تعداد ایمانداران میشه 32 میلیون و 768 هزار و پس از 16 سال 65 میلیون و 536 هزار و آخر 17 سال میشه 131 میلیون و 73 هزار یعنی کمتر از 70 میلیون را در پایان 16 سال اگه هزار نفر مسیحی هر کدوم تصمیم بگیرن به یک نفر در طول سال بشارتی بدن که او را برای مسیح سید کنن اگه حالا فرض کنید ما این پایه را می گرفتیم دو هزار نفر اون موقع چی می شد؟ درف یک سال دو هزار مسیحی میخوان دو نفر رو سید کنند ببینید چقدر آمار میرفت بالاتر یا هزار نفر تصمیم میگرفتن دو نفر رو سید کنند ببینید چرا هیچ وقت در دنیا این اتفاق نمیفته که یک چنین تعداد بزرگی ظرف 15-16 سال به مسیح ایمان بیارن در حالی که راه بسیار ساده ایه فقط از طریق بشارت انفرادی عملیه علتش اینه که آیا این ما رو به این نتیجه نمی رسونه که اکثریت غریب به اتفاق ایمانداران مسیحی به درد و مرض بشارت ندادن گرفتار هستند و به فکر نجات جانهای گم شده نیستن؟ آیا واقعا شیطان تو این قسمت موفق نشده که اینقدر فکر ما را درگیر مسائل مختلف شخصی و خانوادگی و کلیسایی بسازه که اون رسالت اصلی خود را وظیفه اصلی خود را نسبت به دنیای گم شده فراموش کنیم میدونید مهمترین عامل رشد کلیسا و بقای کلیسا در چه آیه ای شده؟ دوم تیموتابوس دو دو پولس میگه آنچه به شهود بسیار از من شنیدی به تیموتابوس میگه به مردمان امین بسپار که قابل تعلیم دیگران باشه در این آیه ما چهار تا نسل رو میبینیم پولس، تیموتاووس، مردمان امین و دیگران. این رمز موفقیت و رشد کلیسا در همه جا بوده. پولس به تیموتاووس میداد، تیموتاووس به مردمان امین میداد، مردمان امین به دیگران میدادند و به این شکل پیغام زبان به زبان دست به دست میچرخید و همه گیر میشد و به گوش همه میرسید. این موضوع وقتی عملیه که همه اعضای کلیسا خودشون رو در کار بشارت و سید جانها فعال ببینن و متاسفانه ما آنچنان درگیر مشکلات و اختلافات و حتی های کلیسا شدیم که این رسالت اصلی رو فراموش کردیم اعضای کلیسا وقتی در بشارت انفرادی مشغولند نیرو و انرژی و وقت خودشان را با این موضوع مثبت مشغول میسازند. در نتیجه کمتر هم مشکل ساز می‌شوند چون اشخاصی مشکل سازند که بیکارند و این نیرو انرژیشون رو باید به شکل منفی دفع کنند و وقت کافی برای غیبت ها و شای پراکنی و ایجاد اختلافات را پیدا کنند پیشنهاد بنده به کلیسا اینه که از همان شروع زندگی یک نوع ایمان به او بشارت انفرادی را و نحوه بشارت دادن را بیاموزند. سپس در کلیسا کلاسهایی بذارند مخصوصا برای ایمانداران قدیمی که بشارت انفرادی را دوباره زنده کنند موضوعی که فراموش شده احیا کنند آنچه که کمرنگ شده پررنگش کنند در موعظه و تعالیم خودشون به این موضوع تاکید کنند در کلیسای خونگی در سای بشارت انفرادی را خصوصی هم شده به افراد بیاموزند و همینطور در مورد این مسئله تبادل افکار بشه و کتاب ها در این مورد بدم بخونن که این تنور بشارت در کلیسا گرم و داغ باقی بمونه و من متاسفانه خیلی ها رو از ایمانداران مسیحی که میگن من عطای بشارت ندارم من برای بشارت دعوت و خاندگی ندارم من نمیتونم بشارت بدم اصلا تو این شهر تو کشور ما بشارت دادن خطرناکه نمیشه فایده نداره ما باید ساکت بمونیم من باید واقعا به شما بگم اگه اینطور فکر میکنید این یک تفکر برد معذرت میگم شیطانی است که در ذهن ما کاشته شده چون بشارت دادن وظیفه که بر همه ایمانداران سپرده شده و بشارت ندادن چرا که خوندیم گناه بزرگی محسوب میشه کسی که بشارت نمیده به تدریج ضعیف میشه خشک میشه و حیات روحانی در رو کم کم میمیره چطور ممکنه ما آنچه را که یافتیم فقط برای خودمون نگه داریم اگه فرض بفرمایید که یک نفر بیماری سرطان داشته باشه و همه تلاش رو کرده باشه که درمان بشه تمام سرمایهاش رو داده باشه که خوب بشه ولی نتیجه نگرفته باشه و به تدریج این شخص داره از بین میره ولی در وقتی که دیگه در عمرش به پایان میرسه مجده ای میشنوه میشنوه یک دکتری پیدا شده که داروی سرطان او رو پیدا کرده و میره پیش او و اولین کسی میشه که این دارو روش آزمایش میشه و نتیجه خوب میگیره و سرطان در وجود او ریشه کم میشه حالا این شخص درمان شده خوشحال و سالم عمر دوباره پیدا کرده میاد و میرمه یک نفر دیگه که نه فامیل اونه نه همسایشه دوستو نیست این شخص هم همون بیماری را داره اونم مثل خودش همه زندگیش رو داده و نتیجه نگرفته و داره تحلیل میره و از اون دکتر شفا بخشم و داروی شفا بخشم هیچی نمیدونه آیا او این پیغام را نمیده به او؟ مجده را نمیده رانمایش نمیکنه و میگه این فامیل من نیست، خیش من نیست، عضو خانواده من نیست یا دوست من نیست، ولش کنیم؟ چطور ممکنه که چنین کاری بکنه و اگه چنین کاری بکنه شما اسم این شخص رو چی می نامید؟ آیا غیر از این که ایشون به صورت غیر مستقیم مرتکب جنایت شده یعنی کاری میتونست بکنه که این شخص نمیره ولی نکرده غط فقط این نیست که من چاقو بگیرم یا اسلحه دیگه ای بگیرم کسی رو بکشم اگه من میتونم کاری بکنم که کسی نمیره و نمیکنم، اونم شریک جرم یک جنایتکار شدم کلام خدا در یعقوب 4:17 میگه اگه کسی کار نیک را بلد باشه و نکنه او مرتکب گناه شده مگه سعدی همین رو نمیگه که چون میبینی نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینی گناه است یک جنایتکار معروفی خطاب به مسیحیان اینطور گفته اگه من به آنچه شما مسیحیان ایمان دارید معتقد بودم روی زانوهای خونالود خودم در تمام جهان میگشتم تا پیام انجیل و خبر خوش را به بیچارگان و دردمندان برسانم و تهدیدی که خدا کرده در مورد عقوبت آینده اختارها و خطراتی را که عواقب نجات نیافتن هست به گوش اونها برسونم ولی ایشون یک تنه و متلک بدی هم به مسیحیان انداخته و اون اینه که من فکر نمی کنم شما مسیحیان نیز به آنچه میگویید ایمان داشته باشید زیرا مطابق آن عمل نمی کنید. اگر واقعا ما عمل صلیب مسیح رو جدی میدونیم اگر جدا بر ما روشن شده و باورمون شده که در هیچ کس غیر از اون نجات نیست اگر ما واقعا به جاودانیت ایمان داریم و میدونیم که کسانی که نجات میابند کجا میرن و کسانی که نجات نیابن کجا میرن و این حقیقت برای ما روشنه و باز تکان نمیخوریم به غیرت نمیاییم قدمی بر نمیداریم دلمون نمیسوزه بی تفاوت میشینیم می میکنیم آیا ما گناه بزرگی را مرتکب نشدیم؟ شما نگید من عطای بشارت را ندارم خدا بعضی را خوانده که مبشر باشن بله مبشر بودن یک عطاییه که به همه داده نشده چون این شخص تمام زندگیش تمام وقتش داده به این خدمت و به جاهایی میره که پای هیچ کس وارد نشده و اونجا بشارت میده و دعوت خاصی از خدا برای این خدمت داره ولی همه مسیحیان و اعضای کلیسا لازم نیست که مبشر باشن یعنی اینکه عطای مبشری را داشته باشند تا بشارت بدن بشارت یعنی اعلام خبر خوش از آنچه که مسیح برای ما انجام داده و اعلام شهادت یعنی بیان آنچه که مسیح در زندگی دیگران انجام میده این رسالت را خدا به همه سپرده و علت اینکه بسیاری از کلیساها به تحلیل رفتند یا خیلی ضعیف شدن و حتی بسته شدن برای اینه که آنها سیاد جانها نبودن چون رشد و بقای کلیسا مستقیما مربوط به بشارت اعضای کلیساست بنابراین خود را موظف ببینیم که نه تنها ما بشارت بدیم بلکه دیگران را نیز در این خدمت مقدس تشویق آماده و تربیت بکنیم بنابراین من میخوام واقعا در پایان همه شما را تشویق کنم که اگر شما واقعا ایماندار مسیحی هستید خود را موظف ببینید در این خدمت مقدس و مبارک و جاودانی و سرنوشت ساز و بنیادی شریک بشید مسئول ببینید که پیغام انجیل را به صورت خصوصی به گوش دوستان و عزیزان خودتون برسانید موفق باشید خدا شما را برکت بده دعاگوی شما هستید